بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خداوند بخشاینده و مهربان و درود و سلام بر نبی اکرم حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و سلم و سلام و وقت بخیری خدمت تمامی شما خوبان و عزیزان بیننده برنامه های اصلاح و بویژه برنامه آینه زندگی. خوش آمدید به این برنامه. بنده معروف مبتهل هستم با یک دیگر از سلسله برنامه های آینه زندگی و با یک دیگر از اساتید و با موضوع دیگر در یک هفته جدید خدمت شما عزیزان قرار گرفتم. انشاءالله که بتوانیم در این هفته هم موضوع خوب خدمت شما به ارائه برسانیم. عزیزان، موضوع امشب ما در رابطه به دوستی و مهربانی هست و جناب استاد محمد ابراهیم یوسفی با خود داریم و در آغاز برنامه جناب استاد را خوش آمدید میگم در برنامه امشبمان. جناب استاد سلام بر شما، خیلی خوش آمدید. تشکر. من هم سلام و عرض ادب دارم خدمت بینندگان محترم و عزیز تلویزیون اصلاح و همچنان سلام ویژه دارم خدمت بینندگان ویژه برنامه آینه زندگی و همچنان سلام و خسته نباشید دارم خدمت شما و دستاندرکاران محترمتان که برنامه های زیبای را الحمدلله رو دست دارم. تشکر جناب استاد، ممنون از اینکه تشریف آوردیم در این برنامه. جناب بیننده عزیز، موضوع امشب چنانچه که گفتم دوستی و مهربانی هست و در این برنامه میپردازیم روی اسباب و عواملی که منجر به دوستی میشه، منجر به محبت و لطف و مهربانی در بین انسان ها و همچنان فضائل و مقدمی هم انشاءالله در قسمت خواهیم داشت. از یاد نبریم که شماره تماس برنامه هم فعال است و شما عزیزان میتونیم تماس بگیریم و سوالات شرعی که داریم با ما در میان بگذاریم. مشکلی نیست که سوالات شما خارج از موضوع برنامه باشه و یا هم راجع به موضوع امشبمان. 0725-1968 در خدمت شما عزیزان قرار داره. جناب استاد، در آغاز برنامه با شما میریم روی مقدمه از شما میشنیم در رابطه به دوستی و مهربانی. تشکر. بسم الله الرحمن الرحیم. قال الله تبارک و تعالی ولا تستوی الحسنه ولا السیئه ادفع بالتی هی احسن فاذا الذی بينك وبينه عداوه كانه ولی حمیم صدق الله مولانا العظیم. دوستی و مهربانی یکی از جمله مواردی که مورد تشویق و در حقیقت ترغیب قرآن کریم قرار گرفته و همواره پیامبر بزرگوار اسلام صلی الله علیه و سلم به این موضوع به خاطر پیوند دلها و به خاطر بهتر پیشرفتن امور زندگی تاکید کردن. یعنی هم در قرآن کریم به این موضوع اشاره شده و تاکید شده و هم در احادیث پیامبر بزرگوار اسلام صلی الله علیه و سلم. و جامعه امروزی ما هم سخت نیازمند این موضوع هست که ما از طریق برنامه‌های مختلف، از طریق منابع، از طریق مساجد و از طریق مکاتب و کوهندون‌ها بتانیم این اصل را در بین خود تقویه بکنیم، رشد بدیم. به هر اندازه‌ای که ما رو مسئله دوستی و مهربانی تأکید بکنیم و اینها رو بیان بکنیم و تذکر بدیم، انشاءالله ما اثرات از اون ما در زندگی خود خواهیم یافت. و جامعه امروز ما که متأسفانه سال‌های زیاده درگیر جنگ، درگیر آشوب، درگیر ناامنی ها، کینه ها و عداوت ها بوده، مطلبه که ما در این راستا توجه بیشتری به آیاتی که در رابطه به دوستی و مهربانی در قرآن کریم آمده، راهنمایی های که از جانب پیامبر بزرگوار اسلام شده و به همین ترتیب توصیه ها و راهنمایی های که از سلف صالح و دیگه ائمه و بزرگان دین ما شده، ما یک توجه ویژه و توجه خاص داشته باشیم. چرا؟ به خاطر از این گفتم امروز سخت ما نیازمند این موضوع هستیم. به همین ترتیب خدای تبارک و تعالی در این آیه که جلوتر خوانده شد، مفهوم آیه مبارکه قرآن کریم اینه که هیچگاه کار نیک با کار بد مساوی شده نمیتونه. کار نیک هر انسان عاقل، هر انسانی که ذره عقل در سر خود داشته باشه اور نیک میگه و کار بد هر انسان عاقل اور بد میگه. و بنابراین خدای تبارک و تعالی میفرمایه که برای دفع بدی کوشش بکن که از حکمت استفاده و صبر و حوصله استفاده بکنی و همانا انمو صبر و حوصله و خدمت شما برز برسانم مهربانی و محبت که میتونه
دشمنی ها تبدیل به دوستی ها بکنه، کینه ها و عداوت ها را از دل ها پاک بکنه و دل های کینه توز تبدیل به دل های کینه سوز بگردانه. چنانچه در رابطه به شخص نبی اکرم علیه الصلاه و السلام خدای تبارک و تعالی میفرمایه که پیامبر کسی بودن که دل ها شکار کردند، پیامبر کسی بودن که از دریچه دل قلب انسان ها وارد شدن و چنان تخم محبت و دوستی و مهربانی در جامعه خود کاشتن که تا به امروز ما میبینیم که انسان ها چقدر بهرمند از انمو تلاش ها و کوشش های پیامبر بزرگوار اسلام صلی الله علیه و سلم هستن. خداوند متعال در رابطه به شخص نبی اکرم علیه الصلاه و السلام میفرمایه فبما رحمت من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. به خاطر رحمت و به خاطر محبت و به خاطر مهربانی و لطفی که تو داری ای پیامبر و ای حبیب ما، این مردم به اطراف تو جمع شدن و اگر برعکس از این بود اخلاق تو، بنابر این مردم از اطراف تو پراکنده می شدن. پس بنابر این میتونیم بگیم که محبت و مهربانی وسیله نزدیک شدن قلب ها و مایه آرامش در زندگی انسان ها هست. تشکر جناب استاد، از یاد نبریم که انسان ها همیشه بر نکوهش دشمنی و اینها بودن و نکوهش میکردن و دوستی و محبت هر انسان دوست داره و تمایل به این داره تا با افراد مودت و دوستی داشته باشه. حالا روی این موضوع چی اسباب و عوامل میتونه که منجر به این بشه که ما با انجام از اونا مودت، دوستی، لطف و مهربانی رو بیشتر در بین خود رایج تقویه بکنیم و چی اسباب و عوامل باعث از این میشه که این دوستی که داریم این رو از بین ببره؟ در روشنایی کتاب خدا و سنت نبی اکرم صلی الله علیه و سلم میتونیم بگیم که یک سری یا یک دسته از عوامل و اسباب هست که اینها میتونه ان شاء الله پیوند بین قلب ها باشه، صفهای ما رو به همدیگر نزدیک بکنه، فاصله هایی که در بین ما به وجود آمده این فاصله ها از بین ما برداره و صف ما یک صف متحد و متفق بر در میان خود ما بر علیه دشمن بگردانه. از جمله اسباب و عواملی که میتونه تاثیرگذار باشه سبب و سبب تقویه محبت و دوستی و مهربانی در بین ما بشه، من به چند نقطه به طور مختصر اشاره میکنم، گرچه نکات بسیار زیادی است، نکته های بسیار زیادی است، من کوشش میکنم همونایی که در حد توان ما هست ما ان شاء الله میتونیم اونا رو انجام بدیم، انمونا رو ما انجام بدیم تا ای که ان شاء الله ما بتونیم انمو محبت و مهربانی رو در بین خود گسترش بدیم. اولی که اخلاق نیکو، اخلاق نیکو یعنی بهترین وسیله ای که انسان بتونه سبب محبت دیگرا قرار بگیره و دیگرا انسان رو دوست داشته باشن و انسان محل الفت بشه. پیامبر بزرگوار صلی الله علیه و سلم در حدیث میفرمایه که مؤمن محل الفت است و مؤمن اهل الفت است و فرمودن که کسی که اهل الفت نباشه و با دیگرا خو نگیره و دیگرا با او خوی نگیرن، در او هیچ خیری نمیتونه انسان تصور بکنه. و به همین ترتیب در رابطه به اخلاق نیکو پیامبر بزرگوار صلی الله علیه و سلم میفرمایه که در روز قیامت در ترازوی اعمال انسان و مؤمن هیچ چیزی سنگین تر از اخلاق نیکو شده نمیتونه و الله متعال میفرمایه ان الذين امنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا. کی انسان محل محبت دیگرا قرار میگیره، مورد محبت دیگرا قرار میگیره، در دل دیگرا جا پیدا میکنه، او زمانی که به تقاضاهای ایمان جامعه عمل بکشه و اخلاق نیکو یکی از شاخه های اعمال صالح میباشه. پس وقتی شاعر هم چنانچه میگه خلق خوش خلق را شکار کند، وقتی انسان ایمان داشته باشه و اعمال صالحش خوب باشه، گفتم یکی از تقاضاهای ایمان اخلاق نیکوه و اخلاق نیکو جزء از اعمال صالح است، بنابراین انسان مورد محبت خدا، مورد محبت فرشتگان خدا و مورد محبت خلق خدای تبارک و تعالی قرار میگیره. یکیش عامل دوم چهره گشاده یا چهره باز. یک اصطلاح ما در بین خود داریم میگم که فلانی پینگواه، آدمی هست که در حقیقت به همیشه باخنده وارد کلام میشه، تروش کرده نیست به اصطلاح ایرتی ما و شما، و لبان متبسم و چهره گشاده با دیگرا داره. و پیامبر بزرگوار صلی الله علیه و سلم فرمودن که تبسمک فی وجه اخیک صدقه، صدقه، همون تبسم خنده تو بر روی برادر مسلمان تو در حقیقت بر انسان چیز محسوب میشه، صدقه صدق محسوب میشه. در رابطه به شخص نبی اکرم صلی الله علیه و سلم گفته شده که مبارک چهره روشن و چهره گشاده داشتن، یعنی وقتی به مجرد که
فرد اور می دید با پیامبر علیه السلام روبرو می شد، یک احساس آرامش عجیب برای نفر دست می داد. پس عامل دوم می تونه که گفتم سبب تقویه دوستی و روابط و پخش و نشر مهربانی بشه، همانا چهره گشاده و چهره باز بله باز می باشه، چهره باز می باشه. جناب استاد تماس واسه می کنم، برادر من اصرار زیادی داشتن. سلام بر شما بیننده گرامی. سلام بر شما. خواستم علیکم السلام و رحمت الله. تشکر از شما. بفرمایید سوالی داریم میشنیم خواهر گرامی. من خواهم از شما سوالی گفتن که من استخاره کردم چون با یک فرد می خواهم ازدواج کنم، می خواهم استخاره کنم. من چه به استفاده کردم فردای همون شب خواهد دیدم به یک جای نوشتی هست اگه تو با میتاید ازدواج کنی گفت مردم پشت سر با میشه بعد دیگه هیچی خواه ندیدم تو بزیدا چون هم میدیم فهمیدم بعد فردا همون شب فردای سر به استفاده کردم نفهمیدم بازم پس فردای سر که استفاده کردم چون که بیدار شدم خیلی قلب من روشن بوده صف میکردم که قلب من روشنی بوده میخواستم جناب علیه صدای من کم معلومات بدن در رابطه به اینکه آیا پی خیر یعنی فرد هستی که به ازدواج کنه یا نه. درست، تشکر، ممنون از شما، شب شما بخیر. یک سوال دیگه هم داشتم. بفرمایید. لطفا برای جناب علیه صدای من چند بار تصفیه هم که به روزانه ذکر کنن برای ما بگن که چون لازم نیستیم. ذکر درسته؟ ذکر معین ان شاء الله جناب استاد پاسخ میدم. بیننده باشیم خدا باشیم. خب جناب استاد بیننده ما تماس زیاد داشتم، مجبور به این شدیم که وصل بکنیم با شما. میریم سراغ موضوعات دیگر و عوامل دیگر هم کوتاه میشنیم جناب استاد. البته ضمن نظیر داشته باشم که ترک از این موضوعات میتونه که یک عامل و یک سبب بشه برای مختل بلده. کردن مودت و دوستی بین انسان ها، درسته؟ به سبب کینه و عداوت در بین مسلمان ها ترک این موضوع. به همین ترتیب دیگه از جمله عواملش رفق و لین یا در حقیقت نرم خویی، آسانگیری با دیگرا. خداوند متعال دوست داره او بنده ای که وقتی با دیگرا معامله میکنه آسان بگیره و زمانی که به کسی چیزی میده آسان بگیره، از کسی چیزی هم اگر میگیره آسان گیر باشه. خدای تبارک و تعالی انسان با انسان‌های آسانگیر آسانگیر میکنه. انسان اگر در زندگی خود سختگیر بود توقع نداشته باشه که خدای تبارک و تعالی نسبت به او آسانگیری بکنه. و دیگه از جمله عواملش تواضع میباشه. تواضع ز گردن فرازان نیکوس، گدا گر تواضع کند خوی اوست. افتادگی آموز اگر طالب فیضی، هرگز نخورد آب زمینی که بلند است. و تواضع برای انسان مؤمن در حقیقت رفعت میاره. پیامبر بزرگوار صلی الله علیه و سلم میفرمایه که هیچگاه بنده مؤمن به خاطر خدا بر بندگان خدا تواضع نمیکنه جز این نیست که مقامش در نزد خدای تبارک و تعالی بلند میره. در رابطه به شخص پیامبر علیه السلام گفته شده که به اندازه متواضع بودن که حتی یک پیرزن در کنار راه پیامبر علیه السلام برای لحظات و دقایق نگاه میداره، پیامبر میشونه سوالای خود رو میکنه و پیامبر علیه السلام بدون از اینکه احساس حرج بکنن و نسبت به زو سختگیری نشان بدن می نشینن و مشکلات از او پیرزن رو حل میکنن و با او صحبت میکنن. و به این ترتیب دیگه از جمله عواملش میتونیم بگیم که برطرف کردن شدائد و مشکلات برادر مسلمان، درست؟ در سختی ها هم دست بودن بله. در سختی ها با او همکاری کردن بله. برای رفع مشکلاتش قدم برداشتن. و شرط نیست که انسان باید حتما پول داشته باشه برای دوست خود خدمت بکنه. راه های خدمت و همکاری برای دوستا، برای اقارب میتونه متفاوت باشه، میتونه به اشکال مختلف و به گونه های مختلف باشه. اگر به عنوان مثال ما چیزی نداریم برای دوست خود خو، برای اقارب خود خو بدیم، بنابر این آبرو که داریم، اعتبار که داریم، میتونیم از آبرو و اعتبار خود استفاده بکنیم و بالاخره یعنی میتونیم بگیم که میدان از این کار بسیار فراخه و میتونیم از طرق مختلف برای خدمت دیگر و برای حل مشکلات دیگر قدم برداریم که این در حقیقت میتونه سبب استحکام دوستی و گسترش مهربانی در جامعه ما باشه. و به این ترتیب دیگه از جمله عواملش اینه که ارگا دوست ما و برادر ما با ما بدی کرد، ما مقابله بالمثل نکنیم. سری اگر ما در مقابل بدی از او بدی کردیم، پس ما از او بهتر نیستیم. زمان ما بهتر هستیم، زمان ما شریفتر و محترمتر از او میتونیم باشیم که در مقابل بدی از او بدی نکنیم و گستاخی نکنیم. چنانچه خداوند متعال فرمود که ادفع بالتی هی احسن
فاذا الذي بينك وبينه عداوه كانه ولي حميم. اگر اون نفر با تو بدی کرد تو جواب بدی اجر و بدی نده. درسته. اگر دادی تو هم مثل ازو میشی. بنابراین برای اینکه دل ازو به دست بیاری، برای اینکه او شرمنده خود بکنی، راهش همینه که تو برازو نیکی بکنی. سل الی من قطعک. نه و بدی وصل کن کسی که از تو قطع کرده و در جای دیگه آمده که تو ببخش او کسی که تو رو محروم کرده. بنابراین این از جمله دیگه عواملش دیدار و تقویه روابطه. بله. واسه سله رحم. بله. که میتونه سبب استحکام دوستی و پخش و نشر مهربانی بشه. دمسته. دیدارها میتونه که بسیار تاثیرگذار باشه. گاهی از اوقات اگر توانایی دیدار دوست خود رو نداریم، الحمدلله وسایل و امکانات هست، باید تماس تقریبا بگم خیلی بی ارزش از لحاظ حساب مقدار مادی میتونه که همین سبب بشه که دل اون نفر ما به دست بیاریم. و به همین ترتیب دیگه داخل کردن سرور و خوشی در دل برادر مسلمان دمسته. یعنی زمینه رو ما مساعد بکنیم که برادر مسلمان خود را گاهی از اوقات با خوشی و سرور روبرو بکنیم، که یکی از بهترین عوامل استحکام محبت و دوستی در بین ما میشه. و از جانب دیگه گفتم که سبب اشاعه مهربانی میباشه. تشکر جناب استاد، ممنون از شما تماس ما هست میکنم. سلام بر شما بیننده گرامی. علیکم السلام و رحمت الله. بفرمایید سوال داریم میشنین خواهر گرامی. درسته. درسته. سوال شما گرفتیم. تشکر. انشالله جناب استاد پاسخ میدم. بیننده باشی. بفرمایی میشنوی. سوال داری نامی بگم این کسی که دلوزیری میخونه از اولاد بخاطر که او درست میخونه یا به درسته. درسته. صحیح. تشکر جناب استاد پاسخ میدم. بیننده باشی. بخیر باشین. شب شما خوش. بله بیننده عزیز 0729-15-1968 در خدمت شما هست و از همکنون میتونید تماس بگیریم و سوالاتی که داریم با ما در میان بگذاریم و جواب کشه انشاءالله که دریافت نمایید. تماس دیگری وصل میکنم. سلام بر شما بیننده گرامی. بله سلام علیکم. تشکر از شما برادر گرامی. معرفی داشته باشیم از کجا تماس شدید؟ بفرمایید میشنویم از شما. همین با سوال کنم ایلاد دارم همین بکتی کنم مادر سمسورا میشه اگر بوده این که تمام کنه بسیم از سر از سر از اگر انگام بزیست کنم به یه افراد خراب کنم و خود خبر عزیه و صحبان هم خواهد کرد و همین را خواهد بیدیم کرده ایم با این بلگی هم از دروخ بود به در سایدت سالا تر این مسکه کنم از باز بسیم نحب و گناه داره سیتم این گناه یا سالا بسیم از بیدیم کرده. درسته. تشکر. فرزند خود از خانه بیرون کردیم. درسته؟ آه اگه دیگه هم دیگه تا سفر بلازی بوده منطور هم دیگه هم آخوی داده من دیگه سه. درسته. تشکر. انشاءالله جناب استاد پاسخ میدم. بیننده باشید. بخیر باشیم. شب شما خوش. بله عزیزان، شما عزیزان میتونید تماس بگیریم و سوالاتی که داریم با ما در میان بگذاریم. شماره دیگری هم تماس گرفته و اصل میکنیم. سلام بر شما. بله سلام علیکم. بیننده گرامی تماس شما وصل شده. میتونیم که صحبت کنیم و سوالی که داریم با ما در میان بگذاریم. بله. متاسفانه این عزیز ما صحبت نکردن و تماسشان هم ما قطع نکردن. جناب استاد میریم با شما سراغ تماس های عزیزانی که تماس گرفتن. خواهر ما تماس گرفتن گفتن که استخاره کردم و در بار اول که استخاره کردم نوشته در خواب دیدم که حرف مردم پشت سر تو میاد اگر تو این عمل انجام دی. فکر کنم کارم که در قسمت از او استخاره میکردم ازدواج بودم و در شب اخیر یعنی شب سوم که استخاره داشتم روشنایی در قلب خود احساس کردم. به نظر شما چی نتیجه ای خواهر ما باید بگیرن؟ اقدامشون اقدام بسیار نیکیه، یعنی استخاره چون ازدواج نیک بله. هست. چون وقتی انسان در مقابل یک کار در مقابل انجام یک کار قرار میگیره که ایران متردد که ایران انجام بده یا انجام نده، بنابر توصیه پیامبر بزرگوار اسلام صلی الله علیه و سلم خوبه که ما به استخاره روی بیاریم. و این خواهر ما که این کار کردن حالا شرط نیست که حتما در خواب ببینن، اینا استخاره خود را ادامه بدن یک مرتبه، دو مرتبه، سه مرتبه، انشاءالله که موضوع برشان روشن میشه. یکی چیزایی که خود طرف بالاخره دلش متمایل میشه، روشنایی در دلش ایجاد میشه، یکی اینه که همون زمینه مساعد بشه.
درست شد به طرف مقابل متمایل بشه و همون موانعی که سر راه هست برداشته بشه. انشالله که وقتی همین کارها شد پس ایر بدانن که همون استخارهشان درست بوده و نهایتا نتیجه خوبی خواهد داد و ایر یقین داشته باشن که انشالله اونا همین استخاره خود رو به پیش ببرن و خداوند متعال حتما نتایج بر از او مرتب میکنه، حالا یا مثبت یا منفی. اگر به خیرشان باشه خدای تبارک و تعالی ملاقات مثبت میکنه و اگر نبود خدای تبارک و تعالی باز یک کار میکنه که همو پیوند صورت نگیره. تشکر توماس گرم و اصل میکنه. سلام بر شما بیننده گرامی. علیکم السلام و رحمت الله. بفرمایید خواهر گرامی، میشنویم از شما. امین یه شخصی مثلا به خانواده نفذ فامیل خواهد از طول رشوه میاره، مثلا همون فامیل باز کارت همسایزی میده، همون کارت همسایزی که همون همسایی میخوره در اون عمرو میانی، یا مثلا همون فامیل که همون نفذ میاره این فامیل همون نفذ خرج میکنه، ولی این خانواده همون فامیل هم حرام هست. درست، تشکر. سوال شما گرفتیم. سوال دیگر اگر داشته باشیم. بخیر باشیم، شب شما خوش. جناب استاد، خواهر ما تماس در اول که تماس داشتن سوال دومشان این بود که از کار معین در یک روز اگر شما توصیه بکنیم که خوانده بشه تا اینکه سوال در رابطه به از کار که الحمدلله امروز کار بسیار ساده شده که از کارها الحمدلله امروز تهیه شده، از کارهای پس پیامبر علیه الصلاه و السلام برای ما شما بسیار مختلفه. ساده بله بسیار ساده و خدمت شما برز برسانم بسیار کوتاه و مختصر. الحمدلله امروز ما میتونیم که از اینها از بازار با راحتی و با سهولت اینا رو به دست بیاریم و از اینها استفاده بکنیم. منتها خواهر ما در تا زمانی که انشالله ای از کار رو به دست میارن، من چند تا وردر برشان میگم که اینا رو فراموش نکنن. اولی که درود بر پیامبر علیه الصلاه و السلام روزانه ای فراموش نشه و بعد ورد دیگه استغفر الله و اتوب الی، که بسیار مفیده و مؤثر در زندگی ما و شما سبب رفع هم مقام میشه، مشکلات رو برطرف میکنه و سبب فراخی رزق و طولانی شدن عمر انسان میشه. در کنار از سبحان الله، الحمدلله، الله اکبر، این بهترین ذکری که پیامبر علیه الصلاه و السلام توصیه میکنن. در کنار از سبحان الله و بحمده، سبحان الله العظیم خیلی ساده، سبحان الله و بحمده، سبحان الله العظیم، ان شاء الله که همینا روزانه ورد داشته باشن بخوانن، تاثیرات ازرم در زندگی خود خواهند دید. تشکر جناب استاد. البته یک نکته هم ذکر کنم، این که اذکار امروزه نه تنها به صورت چاپی بلکه به صورت صوتی و تصویری آماده شده، میشه که اینا رو هم بگیرم به شکل نرم افزارهای در داخل گوشی ها میشه از اونها استفاده بکنم. تماس دیگری هم وصل میکنی. سلام بر شما. السلام علیکم. علیکم السلام و رحمت الله. معرفی داشته باشم برادر گرامی. بفرمایید، میشنویم. ضمن از اینکه معرفی هم نکردیم اشکال نداره، بفرمایید سوال شما رو میشنویم. اسم عبدالحکیم. عبدالحکیم جان بفرمایید، میشنید سوال شما. و یا سوال میری بدا که یکی همین وابستگی ها فامیل آدم درسته؟ این وابستگی ها فامیل آدم کارتی به زیان دیگر بشه و مفتر زینا بکنه سعی بکنید که اکثر جا درباره حق حساب کتاب دروغ مگه و سعی برای نوارد بکنه و همین یک معلومات مصرد مرده از بستگان شما کسی برای شما کدام دروغ رو بسته میکنه، درسته؟ بله، شما تک نزی کمی شی برای اگه به تو خدمت هم کرده بسید. درسته، خدمت هم برای از اون میکنیم به طرف نزی کمیشی به جای عدی که از آن فامیل داره که تر آمد اشته باشه. درسته، بعد میه خدا تر آمد اشته باشه همون به حق تنفت میکنه دروغ هم بگه. درسته، درسته. تشکر، سوال شما گرفتیم. بخیر باشیم، شب شما خوش، خدا نگهدار. خب جناب استاد، برادر ما عبدالحکیم جان تماس گرفتن و سوال خود را هم مطرح ساختن. برادر دیگر ما ببخشیم، خواهر ما تماس گرفتن، گفتن در ایام ماه مار، در ایام قاعدگی یک خانم، در صورتی که شاگرد به یک دارالحفاظ هسته و یا هم استاد در اونجا هسته، چگونه باید قرآن کریم بخونه؟ خود خواهر ما هم سوال خود را هم توضیح هم دادن، توضیح هم دادن که ما بالاخره است با دستکش و البته با احتیاط حتی با پوش قرآن کریم میگیریم و قرآن کریم باز میکنیم و قرآن کریم کلمه به کلمه میخونیم. ان شاء الله اگر همین موارد که خود خواهر ما بیان کردن رعایت بکنن اشکال نداره. نداره. بله. با تماس دیگری هم وصل میکنین. سلام بر شما. علیکم السلام و رحمت الله. تشکر از شما. بفرمایید، میشنویم از شما سوال شما. من خانم مادر سیستی شاقه با
به حساب سه دوستان هر بزید دوست دو دفعه حدود میکنم دوستان مشکل نیست که زن از دوست دیگه دودی درست تشکر سوال شما گرفتیم سوال دیگری اگر داشته باشین بخیر باشیم شب شما خوش و سوال دیگری هم که داشتم جناب استاد آیا خود موضوع تعلیم و تربیه و یا هم درس خواندن و تحصیلات میتونه یک دلیل باشه برای جلوگیری از آوردن اولاد بله به عنوان یک دلیل میتونه باشه البته این رو در نظر بگیریم که این باز خیلی حوث ها بالا نرده یعنی وقتی به عنوان مثال مشکل همون خواهر ما در دوره لیسانس حل میشه دیگه باز به فکر دوره ماستری نباشه باز به عنوان مثال 3 سال بندازه عقب بیاندازه به خاطر دوره ماستری یا بالاتر از اون بنابر این انشالله که اینجی در اینجی عذری نیست یعنی مشکلی نیست که اگر اونها به تعویق می اندازن تا زمانی که اون دوره تحصیلشان خلاص بشه منتها کوشش بکنن که خدای نکرده به قطع و به دائمی روی نیارن که باز او گناهش بسیار زیاده البته به خاطر عذر انشالله که اشکال نداره تشکر سلام بر شما بیننده گرامی علیکم السلام و رحمت الله بفرماییم سوالی داریم میشنیم از شما درسته به رکعت اخیر رسیدیم درسته به رکعت اخیر رسیدیم به نماز جمعه به جماعت رسیدیم به هر حال یک رکعت رسیدیم درسته درسته صحیح تشکر سوال شما گرفتیم بخیر باشیم شب شما خوش خدا نگهدارتون خب جناب استاد برادر ما تماس گرفتن گفتن که 4 تا اولاد داشتم و اولاد بزرگم کارهای مختلف حالا انجام داده بنابر این که به اخیراً رفته و موتور دیگه کسی گرفته و او را با گفته خودشان بای داده یا به فروش یا هم به خراب کردن از اون برادر ما این از خانه بیرون کردن حالا دوباره برگشته میگن که ما وارد خانه بکنم یا نه حتما باید وارد خانه بکنن به خاطر از اینکه تنها سرپناه او جوان خانه‌اش میباشه اگر خدای نکرده از این خانه زده شد و از این خانه بیرون شد در جای دیگه نمیتونه جای داشته باشه و شاید هم که وضعیت از این حالت کسته بدتر بشه پس بنابر این من به این برادر خود توصیه میکنم که چون این رفتار با اولاد خود نداشته باشه که خدای نکرده این عکس العمل به هر حال جوان و رحمت میشه از دست از او کلم گناه هم سر بزنه این نیست که ما از خانه بکشیم رایش اینه که او نصیحت بکنیم راههای دیگر جستجو بکنیم تا خدای نکرده دست به اعمال بالاتر و بزرگتر از این نزنه پس بنابر این که او رو به خانه گذاشتن کار خوب کردن و کوشش بکنن که انشاءالله با او به گونه کنار بیاین او رو نصیحت بکنن او رو بالاخره راهنمایی بکنن یا از طریق خود یا از طریق کسان دیگه که اهل نظر و اهل مشوره هستن با اونها مشوره بکنن و انشاءالله که این جوان رو متوجه اشتباهاتش بسازن تشکر جناب استاد 0729151968 در خدمت شما عزیزان قرار دارم و میتونیم که تماس بگیرین تماس رو وصل میکن سلام بر شما بله سلام علیکم تشکر از شما بفرماییم سوال داریم میشنیم از شما شب شما بخیر باشه من سوال داشتم میشنیم بفرماییم یعنی خانومی که یعنی در وقت عادت ماهوار در ماه روزه یعنی روزه قلب داره درست دیگه وقت یعنی روزه میگیره باز همون وقتی که در این نظام که روزه میگیره با پس عادت ماهوار میشه این هم روزه به سر قلب میشه چیه قانونش درست روزه رمضان رو نگرفتن و بعدن قضایی از ایر آوردن باز هم اون مشکل میشه یعنی همین روزه مثل قضایی عادت ما رو رفته رمضان که میشه از اون روز خود همین پس دوباره هم قضا خود روزه میگیره باز همونی که هم روزه میگیره پس همون عادت ما رو پیش میگه یعنی کنه زرش یعنی چی رقم آیا این دوباره به سر فرض میشه یا نه درسته تشکر بخیر باشه آزان درسته سلام علیکم جناب استاد خواهر ما تماس گرفتن گفتن که نفقه اولاد خوده کدام شخص از مال رشوه و یا هم مال حرام وارد خانه میکنه و نفقه از اینا رو تأمین میکنه حالا این خانواده به اساس مو همسایه‌داری و یا هم به اصطلاح کاسه همسایگی قضای رو میفرستن چیزی میفرستن به همسایه همسایه هم از او استفاده میکنه آیا این برای همسایه هم یک حرام گفته میشه؟ ببینیم شما خب اگر بحث حرام حلال که بذاریم سر جای خود منتها مشکوک هست درست بنابراین به خاطر که چون مشکوک هسته خوبه که از این قضا استفاده نکنن به خاطر از اینکه
خب باز استفاده از حرام اثرات بده، میتونه هم در اخلاق میتونه هم در زندگی ما داشته باشه. پس من توصیه به این خواهرم امینه، در صورتی که میفهمه و معین برش معلوم و مشخص است که درآمدش از طریق رشوت است و متاسفانه از طریق رشوت زندگی خود رو پیش میبره، بهترین راه همینه که ما به او نزدیک نشیم. چون پیامبر بزرگوار اسلام صلی الله علیه و سلم میفرمایه که هر گوشتی که از حرام تغذیه بشه رشد بکنه، آتش جهنم برای از او سزاواره. تشکر و تماس رو وصل میکنیم. متاسفانه قطع شد تماس عزیز ما، میشه که مجددا تماس بگیرم و سوالی که دارم میشنیم از اونا. تماس رو وصل میکنم. سلام بر شما. بله سلام دارید. علیکم السلام و رحمت الله. بفرمایید برادر گرامی، میشنیم از شما. تشکر، بفرمایید سوالی داریم میشنیم. یک سوال سر و سوال گرامی برای من، چند انگشتر جایزه؟ انگشتری درسته؟ درسته. تشکر، بخیر باشیم، شب شما خوش، خدا نگهدارتان. سلام. خب جناب استاد، فکر کنم که 6 دقیقه دیگه هم وقت داریم، ما شما میریم سراغ تماس ها رو جواب میدیم و بعد هم اگر وقت بود تماس دیگر هم وصل میکنیم. برادر ما عبدالحکیم جان تماس گرفتن، گفتم از وابستگان شخص بدی میکنه بر از او، نمیگذاره تا اینکه عمو وابسته از او رشد بکنه، بنابر دلایل، بنابر بعضی از موضوعات. توصیه شما بر از این دوست چی هسته؟ موضوعات اخلاقی هست. توصیه من اینه که ربطی هم داره به این برنامه که امشب ما داشتیم. دقیقاً. به خاطر از اینکه ما همو روابط ما خراب نشه، خب اینه که این برادر ما همو روابط خود رو با اونها حفظ بکنه و توصیه های لازمه حتی امکان برای از اونها داشته باشه. چرا؟ این نکته رو خیلی مهمه که اگر خدای نکرده ارتباطات قطع بشه و این قطع ارتباطات سبب میشه که انسان از رحمت خداوند متعال محروم بشه. پس بنابر این اگر این برادر ما تلاشا خود کرده، کوشش خود کرده، ارتباط برقرار میکنه ولی متاسفانه از اون طرف بدی میشنوه، اینجیه که انشالله در نزد خدای تبارک و تعالی مؤاخذه نیستن و اگر میبینن که اونها واقعیت یعنی تمایل به دیدن از اون ندارن و نمیخوان اون رو ببینن یا خدای نکرده تهمت و افترا بسته میکنن، به خاطر از اینکه روابط بیشتر از اون خراب نشه و روابط تیره نشه، خوبه که زیاد رفت آمد نداشته باشن، مگر در اون حد نیاز با اونها ارتباط برقرار بکنن، بیشتر از اون خوبه که ارتباط برقرار نشه، چون از دل برود هر آنچه از دیده رود. نیم وقتی که خود ما به معرض دید از اون قرار میدیم، بنابر این احتمال داره که پس دوباره انمو رقم بگومگوها و انمو بیشتر بشه. بله. بالاخره مشاجرات لفظی سوزن سر سوزن متو دختی که باز ارتباطات قطع بشه، وقتی میبینیم همون رقم مردمی هسته، پس بهتر همینه که ارتباط خود رو با این دسته از مردم، با این طرف مردمی که تکبر دارن، با این طرف مردمی که متاسفانه تو بگو خوبی میکنه و بدی میکنه، خوب همینه که ما ارتباط ما با اونها در حد نیاز باشه. بله. تا جایی که جا داره پیش بریم و بعد از اون دیگه به حد نیاز باشه. تشکر جناب استاد. و خواهرم و برادرم تماس گرفتن، گفتن که همسرمه رفته پیش شیخ بنابر سحر که والی از صورت گرفته، حالا او شیخ برای دودی داده، استفاده از دودی چه حکمی میتونه داشته باشه؟ اصلا رفتن پیش جادوگر کار روا نیست، به خاطر از اینکه صریحا در احادیث پیامبر علیه السلام میفرمایه که هر کس به نزد کاهن میره و او تصدیق میکنه گفته های کاهن، گفته های فالبین یا قیبگوهایی که هستن، نه رمالهایی که هستن، پیش از اونها میره و او چرندیات از اونها رو و خدمت شما برد برسن اون چیزهایی که اونا به نام قیب میگم اینا رو به حساب مطرح میکنه و رو تصدیق بکنه، این خواهر ما و این برادر ما متوجه باشن که پیامبر صلی الله علیه و سلم میفرمایه که به تحقیق که کافر شده بر آن چیزی که بر محمد نازل شده. جناب استاد، اگر همین مسئله در زمین نزدیک اینا حالا صورت گرفته، بالا از اینا کدام سحر صورت گرفته، پیش یک دعاخوان میرن و دعاخوان همچون چیز رو تجویز میکنه بر از اونا، گاهی وقت دعای رو می نویسه و میگه که دود بکنیم، شما از دود از استفاده بکنیم. ببینیم، ما الحمدلله آینه سنت پیش ما هست، یعنی این رقم نیه که ما موارد دعا و دعاخوانی ما در احادیث پیامبر علیه السلام نداشته باشیم. وقتی اینا پیش ما هسته، برای ما کردار و گفتار و توصیه های پیامبر الگو می باشه، درست شده نه؟ بله. بنابراین وقتی ما به توصیه های پیامبر علیه السلام مراجعه میکنیم، ما نداریم که پیامبر علیه السلام به کسی کاغذی داده باشه که تو ور بخونه خودت بکن. بله. تشکر جناب استاد. و برادرم تماس گرفتن، گفتن در روز جمعه اگر به رکعت اخیر رسیدیم، نماز جمعه رو درک کردیم،
نماز جمعه در بله نماز جمعه یافتن نیاز نداره که 4 رکعت فرض بخونه ولی که در امو اتحیات در قعده امام رو میابه نماز نماز قبل سلام هم حتی باشه. تشکر به خواهرم گفتن که اگر شخص روزه رمضان بنابر علت ماهوار کدام خانم نگرفته و یا هم در حال گرفتن از بوده که امو عادت ماهوار برای از رخ داده و در قضا هم همچون چیزی رخ داده، بعضی که میخواست قضایی هم بگیره امی عادت در ما بین روز برای از رخ داده، آیا گرفتن این روز قضایی هم بر او فرض میگه؟ بله بله، همین روزی که به عنوان مثال امروز به نیت قضایی روزه گرفته در وسط روز عادت ماهوار به او دست داده، بنابر این به عنوان یک روزه قضایی محسوب نمیشه. هر زمانی که پاک شدن باز دوباره پس انمو تعداد روزهایی که مونده اونا قضایی بیارن. و برادر ما تماس گرفتن گفتن که برای یک مرد چند انگشتری جواز داره و چی نوع انگشتری باید باشه؟ در قسمت انگشتر، در قسمت اصلا زینت آلات بگم که برای مرد یک طلا و یک ابریشم جایز نیه، بنابراین حدیث پیامبر علیه الصلاه و السلام که فرمودن این دو چیز بر ذکور امت ما حرام است و بر اناث امت ما حلاله، که چی باشه؟ یک ابریشم یک طلا باشه. بنابر این طلا به هر شکلی که باشه برای مرد جایز نیست، منتها دگه زیور حالات انگشتر اگر استفاده میکنه که از دگه جنسی باشه، نقره باشه یا دگه فلزات باشه، انشالله که اشکالی نداره، دوتا باشه ست تا باشه او بعثی در او یا کدام مشکل در او نیست. تشکر جناب استاد، ممنون از اینکه تشریف آوردیم در برنامه امشب ما و تشکر از شما خوبان و عزیزان که تا آخر برنامه ما را همراه بودین. این بود داشاین هفته که خدمت شما عزیزان به نشر رسید. امیدی است که از این موضوع و از این برنامه استفاده بهینه برده باشیم و در زندگی خیش تطبیق نمایید. تا برنامه دیگر که بنده معروف مبتدی با یک دیگر از اساتید و با موضوع دیگر مهمان شما عزیزان قرار میگیرم، شما را به الله پاک میسپارم. الله یار و نگهدار.